همونطوری که دقیقه 20 ملاحظه میفرمایید دو تا صحنه در این در از تصویر به وجود اومد اول شبیه بازیکن استقلال بود که داور باید اعلام شبیه سازی و اختار بازیکن استقلال انجام میشد دومی صحنه هم که بازیکن استقلال خوزستان اختار دریافت کرد به درستی به دلیل رفتار غیر ورزشی اختارش رو دریافت کردش دقیقه 24 هم تکل بازیکن استقلال با بیپروایی بی 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 انجام شد که بایستی هم اعلام خطا و به بازیکن استقلال اختار داده می شد که ظاهرا ادامه بازی داده شد دقیقه 56 در محبتی جریمه تیم استقلال خوزستان توپی که ارسال شده بود در از همونطور که ملاحظه می اعتقاد به خطای هند بود که اصلا خطای هندی اتفاق نیفتاد و تصمیم داور در این صحنه ادامه بازی کاملا درست بود اما دقیقه 69 در محوطه جریمه استقلال خوزستان برخوردی بین بازیکنان دو تیم اتفاق افتاد که این صحنه داور به درستی تصمیم گیری به ادامه بازی رو داشت و کاملا تصمیم صحیح رو اتخاذ کرد در دقیقه 88 هم در محوطه جریمه استقلال تهران برخورد بازیکن استقلال تهران با استقلال خوزستان در محوطه پنج و نیم خطا نبود این تصمیم داورم به ادامه بازی کاملا درست بود و هیچ کنه خطایی در این صحنه اتفاق نیفتاد دقیقه 90 رو هم که همونطوری که باز ملاحظه میفرمایید در محوطه جریمه تو به برگشتی که ملاحظه میکنید در عمل قسمت بالایی کتف برخورد کرد که اصلا خطای هندی اتفاق نیفتاد و تصمیم داور به ادامه بازی در این صحنه هم کاملا صحیح بود در دقیقه 53 در زمانی که گل استقلال به ثمر رسید باید ارز کنم که از اونجا که دست از تخلف آفساید محسوب نمیشه هم دسته زننده گل استقلال به اندازه یک نیمتنه در وضعیت آفساید بود و در ادامه که ضربه سانسی که روی دروازه اومد در جریان بازی تأثیر گذار بود تخلف آف صورت گرفته و باید از طریق کمک داور اول اعلام تخلف آف سایت می گرچه این صحنه صحنه سختی بود اما به دلیل اینکه هم دستش هم دسته زننده گل در از در وضعیت آف بود قبل از ضربه ارسالی باید حتما اعلام تخلف از ایشون انجام میشد لذا گل استقلال به عنوان تخلف آفساید بعد ابطال اعلام میشد